سلام به همه دوستان به کانال فیلم باز خوش اومدین. امروز مثل برنامه هر ماهمون قراره بریم سر وقت مورد انتظار ترین فیلم های ماه بعدی یعنی ماه آبان. اولش بهتون فیلم ها رو معرفی میکنم بعدش یه سری میزنیم به سریال ها. در آخرم یه نگاهی میندازیم به گیشه که ببینیم فیلم هایی که ماه قبلی بهتون معرفی کردم چه کردی رو توی گیشه ده. همیشه توی پاییز اینجوریه که چون گیشه تابستون تموم شده هم تا گیشه کریسمس یه خورده فاصله مونده بر همین بهترین زمان برای اکران فیلم های هنریه یعنی فیلم‌هایی که توی اسکار مورد توجه قرار می‌گیرن. به خاطر همین موضوع 5 تا فیلم اولی که قرار بهتون معرفی کنم همشون در ژانر درامن البته نگران نباشید سه تا فیلم اکشن هم توی لیستمون هستش اولی این 5 تا فیلم درام میشه فیلم چیزهای کوچکی مانند این که میشه فیلم جدید کلین مورفی امیلی واتسون هم توی این فیلم بازی میکنه نکته جالب که بنفلک و مد تهیه کننده های فیلم هستن و از روی یک رمان بسیار پرفروش هم ساخته شده. داستان فیلمش توی دهه 80 داره روایت میشه. در تو یه تاجر زغال سنگه که دو دختر داره و توی کریسمس سال 85 متوجه یه رازی از کلیسای ایلند میشه که این کلیسا زنهای روسپی رو میدوزه، شکنجهشون میکنه تا گناهشون پاک بشه. تمرکز این فیلم و این داستان روی مسائل مثل فقر، نابرابری و همینجور دینه و دست میذاره روی موضوعات اخلاقی و وجدان انسانها. این فیلم توی جشنواره کن شد بازی کلیم مورفی به شدت مورد تحسین قرار گرفت جوری که گفتن که از اصلی ترین گزینه های نامزدی اسکار پیش روه یعنی اسکار قبلی با فیلم اوپنهایمر تونست جایی زر برنده بشه و امسال هم ظاهرا با این فیلم قراره دوباره کاندید بشه این فیلم از راتن نمره 84 و, و از متا نمره 82 رو گرفت و قرار 8 نوامبر یا همون 18 همه آبان ماه توی سینماها اکران اکرام بشه فیلم بعدی میشه فیلم جدید کلینتیس فود که آخرین فیلم این کارگردان بزرگم محسوب میشه اسم فیلم هستش هی منصفه شماره دو. نویسنده و کارگردان این فیلم کلینتیس بوده که دیگه این فرد نیاز معرفی نداره دیگه یک بازیگر تحسین شده است همینجور کارگردان بسیار موفقیه فیلم های برنده اسکاری مثل فیلم عزیز میلیون دلاری رو ساخته کلینتیس بود الان 94 سالشه و خودش هم گفته که بعد از این فیلم دیگه فیلم دیگه ای قرار نیست بسازه داستان این فیلم در یه مردیه که به عنوان هیئت منصفه دعوت میشه به دادگاه حالا این آدم وقتی که پرونده قتل رو بررسی میکنه متوجه میشه که این پرونده در رابطه با مرگ کسیه که ممکنه خودش باعث مرگ اون فرد شده باشه بر همین بین یه دوراهی قرار میگیره که آیا هیئت منصفه رو فریب بده و اجازه بده اون کسی که مزنون هست محکوم به اعدام بشه یا که حقیقت رو بگه یعنی این فیلم قرار دست بذاره روی موضوع روانشناسی اعضای هیئت منصفه قراره به موضوعات اخلاقی پردازه درست مثل فیلم دوازده مرد خشمین تو این فیلم نیکلاس هولت و کیفر ساترلند بازی میکنن کسایی که قدیم برای بازی کردن تو این نقشای چالش برانگیز تحسین شدن این فیلم قرار یک نوامبر برابر با 11 آبان ماه از سینماها اکران بشه فیلم بعدی باز دوباره دست میذاره روی موضوع دی. اسم فیلمش از انجمن و با فیلم کلینتیس فود توی یک روز قرار اکران بشه تو این فیلم رالف فاینز بازی میکنه کارگردان فیلم هم ادوارد برگره کسی که همین دو سال پیش به خاطر ساخت فیلم در جبهه غرب خبری نیست برنده جایزه اسکار شد داستان فیلم در رابطه با کاخ واتیکانه توی بازه زمانی که پاپ به طرز مرموزی از دنیا رفته حالا درباریان باید یک جایگزینی برای پاپ انتخاب کنن تا تاج و تخت مسیحیت خالی نمونه ولی توی واتیکان هرج و مرج زیاد میشه تا اینکه کاردینال که احتمالش هست به عنوان پاپ انتخاب بشه یه مدارکی از کودتا به دستش میرسه فیلم کلین مورفی گفتیم که دست گذاشته روی مفهوم عدالت و دین حالا این یکی فیلم دست گذاشته روی رابطه بین قدرت و دین این فیلم از طرف منتقدین تحسین شد از راتن نمره 91 و از متا نمره 81 گرفت بازی رالف فاینس هم خیلی تحسین شد گفته میشه که این بازیگر هم یکی از گزینه های اسکار پیش روه گفتم مثل فیلم کلینتیس ایستوود قراره یک نوامبر برابر با 11 آبان ماه بره روی پرده سینما اما فیلم اسکاری بعدی میشه فیلم هیر تو این فیلم تام هنگس و رابین رایت بازی میکنن نکته مهم اینجاست که فیلم رو رابرت زمکیس کارگردانی کرده کارگردان بزرگی که اصلا به خاطر سرمایه گذاری این آدم توی شرکت پیتر جکسون باز شدش تا وتا کمپانی ساخته بشه که بعدا اون کمپانی بره فیلم ارباب ها رو بسازه این کارگردان آثار بسیار بزرگی ساخته یکی از مهمترین آثارش فیلم فارست گامپ که توی اون فیلم هم با تام هنگس همکاری میکرد و اتفاقا این فیلم قرار دقیقا توی ۳مین سالگرد ساخته شدن فیلم فارست گامپ اکران بشه این فیلم از رمان رو گرافیکی ساخته شده یعنی چی یعنی بیشتر داستان با تصویر روایت میشه داستان چند تا خانواده رو تعریف میکنه توی یه خونه که با همدیگه زندگی میکنند و چندین نسل از این خانواده رو مدام نشون میده و قرار توی فیلم شادی غم ناراحتی موفقیت و خیلی دیگه از تجربیات این خانواده رو با همدیگه ببینیم تو این فیلم تام هنگس و رایت با فناوری جوانسازی و هوش مصنوعی چندین سال جوان شدن که انصافا کارشون عالی بوده واقعا طبیعی تونستن صورت رو در بیارن. کتابی که از روش این فیلم رو اقتباس کردن به شکل متفاوتی زمان رو به مخاطبای خودش نشون میده یعنی روایت داستان غیر خطیه این فیلم هم دقیقا همین جوریه حتی کار جالبی مادن انجام دادن اکثر صحنای فیلم از یک زاویه و فقط از یک دوربین تصویر برداری شده اینجوری فقط از یک زاویه زمان‌های متفاوت ما نشون میدن فیلم قرار 15 نوامبر برابر با 25 آبان ماه اکران بشه تو این 5 تا فیلم اسکاری که گفتم قراره بهتون تو معرف کنم یه دونه فیلمش خیلی مورد انتظار نیست ولی چون ساخته استیو کوینه گفتم یه معرفی کوتاه داشته باشیم این کارگردان همون کسی قدیم فیلم دوازده سال بردگی رو ساخت و به خودش بنده اسکار شد اسم فیلم جدیدش است بلیتس توی فیلم سرشا رونن بازی میکنه فیلم هم ساخته اپل تیوی و داستان یه پسر نه ساله رو تعریف میکنه که به خاطر بمباران جنگ جهانی دوم از مادرش جدا میشه و از لندن میفرستنش به روستاهای اطراف که در امان باشه اما این پسر بعد از چند ماه دلتنگ میشه و تصمیم میگیره برگرده به لندن و مادرش رو پیدا کنه فیلم از این نظر مهمه که درست در رابطه با جنگ جهانی دوم و بمبارانه ولی اصلا نمیاد به جنبه های نظامی جنگ توجه کنه تمرکزش رو گذاشته به زندگی آدم های عادی به عنوان قربانیان جنگ فیلم قرار 22 نوامبر برابر با بر دوم آذر ماه از اپل تیوی پخش بشه خب دیگه فیلم هنری بسته به تعریف سراغ فیلم های اکشن سه تا فیلم اکشن این ماه داریم اولیش از فیلم ونو لاست دنس که میشه قسمت سوم این فیلم توی این فیلم هم مثل قسمت های قبلی تام هاردی بازی میکنه و همراه اندی سرکیس این فیلم رو کلی مارسل کارگردانی کرده همون کسی قسمت های قبلی ونوم رو هم ساخته بود ممکنه قدیم ازش فیلم 50 شیدز رو هم دیده باشید فیلم مسئول سونی متاسفانه و قرار آخرین فیلم ونوم هم باشه باشه چون خود تام هاردی مصاحبه انجام داد گفت من دیگه عمرن فیلم ونوم بازی نمیکنم این آخرین فیلم هم. بر همینم هم است که احتمالا اسم فیلم رو گذاشتن رقص آخر یعنی احتمالا از نظر داستانی هم برای شخصیت ها قرار اتفاقات مهمی بیفته توی فیلم ونوم جدید قهرمان داستان برخلاف کتاب های مصور این شخصیت شروع کرده مبارزه کردن با جرم و جنایت یعنی شخصیت مثبته تا اینکه متوجه میشن همنوعان ونوم از دارن به زمین بیان تا زمین رو نابود بکنن اینجاست که ونوم باید یه راهی پیدا بکنه برای اینکه جلوی هم آن خودش رو بگیره فیلم قرار 25 اکتبر برابر بر با 4 آبان ماه توی سینماها اکران بشه فیلم اکشن بعدی فیلم پرهاشی است یعنی فیلم ردوان تو این فیلم کریس ایوانز و راک و جی سیمونز بازی میکنن جیک کاستان کارگردان این فیلمه کسی که ممکن ازش سری بازسازیهای های فیلم جومانجی رو دیده باشید فیلم محصول استریم آمازونه خیلی هم خرجش بالا بوده و راک برای این فیلم دستمزد 50 میلیون دلاری گرفت که باعث شد که این بازیگر رو تبدیل بکنه به گرون ترین بازیگر تاریخ سینما داستان در تو بابا نوئل ولی بابا نوئلش خود فرق داره مثل رئیس مافیا میمونه که دزدیدنش الان ناپدید شده حالا یه کسی که بهش میگن نیهمان قطب شمال میره یه آدمی که بهش میگن بهترین رادیو به دنیا رو پیدا میکنه تا با هم دیگه بگردن دنبال بابا نوئل فیلمم کاملا اکشنه و 250 میلیون دلار بودجه داشته اما گفتم فیلم پر دیگه حاشیه‌اش بیشتر به خاطر راک بود به خاطر اینکه بودجه فیلم 150 میلیون دلار بوده ولی فقط به خاطر راک 100 میلیون دلار هزینه رو دست شرکت سازنده قرار گرفته جدا از 50 میلیون دلار دستمزدش فقط 20 میلیون دلار هزینه باشگاه بدنسازی سیاری بوده که همیشه بعد کنار راک می بوده همین که به خاطر غیبت های طولانی مدتی که موقع فیلم برداری داشته باعث شده تا فیلم بودجه سرسام‌آوری داشته باشه این فیلم برای منتقدین هنوز اکران نشده ولی توی اکشن آزمایشی که داشتش کسی که فیلم رو دیدن گفتن که از بدترین فیلم های اکشن تاریخه و کارشناسا پیش بینی میکنن که یک شکست تجاری سنگین برای کمپانی آمازون داشته باشه این فیلم قرار 15 نوامبر برابر بر با 25 آبان ماه اکران بشه و 45 روز بعدم از استریم آمازون منتشم. i can tell right away out of everyone here i like you the least garcia what the hell shall we do the thing فیلم اکشن بعدیم باز دوباره محصول استریم آمازونه ولی برعکس فیلم قبلی دیگه نمیره رو پرده سینما یک ضرب از استریم منتشر میشه و شما میتونید دانلود کنید اسم فیلمش هست قناری سیاه توی فیلم کیت بکینسل بازی میکنه یعنی همون بازیگر سری فیلم‌های های خاطر انگیز دنیای مردگان که هنوز بعد از 20 سال بازم فیلم های اکشن بازی میکنه پیر مورل کارگردان این فیلمه کسی که ممکنه قدیم از اش سری فیلم‌های تیکن رو دیده باشید اگه اون فیلم ها رو دیده باشید الان میتونید متوجه بشید که سبک اکشن این فیلمی که الان میخوام بهتون معرفی کنم چجوریه داستان فیلم در رابطه با یه سی آی ای کسی که تروریست ها شوهرش رو به گروگان میگیرن ازش میخوان که به کشور خودش خیانت کنه و اطلاعات سازمان سیا رو لو بده ولی این خانم با ارتباطاتی که با دنیای جاسوس های زیرزمینی داره قصد داره تا شوهر خودش رو نجات بده این فیلم قرار 24 ام اکتبر برابر بر 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 با 3 آبان ماه از آمازون منتشر بشه فیلم بعدی که میخوام معرفی کنم جزء اون سه فیلم اکشن نیست ولی یه جورای فیلم هیجان انگیزی ممکنه به حساب اسم فیلمش است امیلیا پرس همون فیلمی که توی جشنواره کن چند وقت قبل اکران شد و رفتش توی صدر اخبار به اینکه مس تو این فیلم بازی میکرد و همبازی زوی سالدانا و کارلا سوفیا گاسکون شده بود و این ستا همراه با همدیگه برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن شدن که اون کارلا سوفیا گاسکون میشه اولین ترنسی که تونسته برنده این جایزه بشه داستانش هم جالبه در تو یه قاچاقچی مواد مخدره که مرده ولی برای اینکه از دست پلیسا در بره میره تغییر جنسیت میده حالا بعد 10 سال میخواد برگرده و بچه های خودش رو دوباره ببینه الان همین فیلم به عنوان نماینده کشور فرانسه فرستاده شده به مراسم اسکار این فیلم قرار 13 همه نوامبر برابر با 23 همه آبان ماه اکران بشه در آخرم بذارید یه دونه فیلم کمدی و یه دونه فیلم ترسناک معرفی کنیم فیلم کمدیمون بیشتر میشه گفت فیلم خانوادگی یعنی فیلم پدینگتون 3 که عنوان این قسمت هست پدینگتون در پرو تو این شماره آنتونیو باندراس به همراه ریچل زگلر در کنار بازیگرای قسمت های قبلی بازی میکنن پولکینگ یعنی کارگردان دو فیلم قبلی برای کارگردانی این شماره جدید برنگشته فقط تهیه کننده است داستان این فیلم در رابطه با پدینگتونه که به زادگاهش یعنی پرو برگشته تو عمش رو ببینه اما همین که به پرو میرسه میبینه عمش ناپدید شده برای همین هم پدینگتون شروع میکنه دنبال کردن سرنخ ها تا شاید بتونه عمه خودش رو پیدا کنه این فیلم قرار 8 نوامبر برابر بر 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 با 18 آبان ماه توی سینماهای انگلیس اکران بشه حالا جالبش اینجاست که دونید که فیلم پدینگتون 4 هم از همین الان چراغ سبز گرفته و یک سریال تلویزیونی هم قرار از این داستان ساخته باشه اما فیلم آخری که میخوام بهتون معرفی کنم یه فیلم ترسناک البته بیشتر از ترسناک بودم بعد بگیم دلهور آوره یعنی فیلم هرتیک یا همون کافر تو این فیلم هیو گرند سوفی تاچر و کلوی ای ایست بازی میکنن کسای این فیلم رو کارگردانی میکنن که هم فیلم نامه سری فیلم های اکوایت پلیس رو نوشته بودن و همین که جزء عوامل تهیه کننده اون فیلم بودن این فیلم محصول استودیوی A 24 داستانش در دو تا دختر مبلغ دینیان که برای تبلیغ دین مسیحیت خونه به خونه میرن در میزنن و با صاحب خونه صحبت میکنن حالا میرن در خونه یه آدم خیلی آروم رو میزنن این مردم به این دختر میگه که همسرش داخل خونه است اونا رو دعوت میکنه تا بهشون یه چای تعارف بکنه اما به محض اینکه دخترها وارد خونه میشن متوجه میشن که داخل خونه زندانیان و هیچ راه خروجی وجود نداره این فیلم از راتن نمره 92 و از متا نمره 68 رو گرفته و قرار 15 نوامبر برابر بر با 25 آبان ماه اکرام بشه time for 好。Oh. فیلمای جدید بس بهت ببین سراغ فیلمایی که کیفیت خوبشون این ماه میان. اولیشون میشه انیمیشن تحسین شده ترانسفورمرز وان که 22 اکتبر برابر با 2 آبان ماه شما میتونید دانلود کنید و ببینید. فیلم شکست خورده جوکر قسمت دومش قرار در تاریخ 29 اکتبر برابر با 8 آبان ماه کیفیت خوبش بیاد روی استریم ها. فیلم شکست خورده مگالاپولیس به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا قرار 12 نوامبر برابر با 22 آبان ماه پخش بشه. استاپ موشن خاطرات یک حلزون قرار 20 نوامبر برابر بر با سیوم آبان ماه منتشر بشه اما بهتر یه نگاهی هم بندازیم به سریال هایی که قرار این ماه بیان اول بریم سراغ سریال‌های قدیمی که فصل جدیدشون قرار این ماه منتشر بشن فصل دوم سریال پرستاره لاینس که نیکول کیتمن زویسالدانا سالدانا و مورگان فریمن و سام اسقری توش بازی میکنن قرار 27 اکتبر یا همون 6 آبان ماه پخش شروع بشه فصل دوم سریال سیاسی دیپلمات قرار 31 اکتبر برابر با 10 آبان ماه همه قسمتاش یه با هم بیادش و همین که بخش دوم فصل پنجم سریال یلوستون قرار ده نوامبر برابر با 20 آبان ماه منتشر بشه فصل دوم سریال بد سیستر هم از تاریخ سوم نوامبر برابر با 23 آبان ماه از اپل دیوی منتشر میشه دو تا سریال خیلی مورد انتظارم توی آبان ماه فصل جدیدشون قرار بیاد اولیش میشه فصل دوم سریال آرکین که میشه فصل آخر این سریال این سریال به خاطر سبک خاص انیمیشن سازی که داره فصل اولش 6 سال طول کشید ساخته بشه و فصل دومش هم 3 سال فصل اولش رو وقتی تو کانال بررسی کردیم کانال هزار تا ساب بیشتر نداشت نتفلیکس این سریال رو پخش میکنه ولی تولید کنندش نتفلیکس نیستش فقط پخش کنندشه و تولید کنندهش یه استودیوی انیمیشن سازیه داستان این سریال داستان دو تا شهر رو تعریف میکنه که یکیشون خیلی پولدار و یکیشون خیلی فقیره ما داستان دو تا خواهر رو تو این سریال میبینیم که به خاطر اختلافات سیاسی اجتماعی بین این دو تا شهر از هم دیگه جدا میشن و هر کدوم میفتن تو یکی از این شهرها و قرار سرنوشت این دو تا خواهر رو ببینیم این سریال دست میذاره رو موضوعات عمیقی مثل فقر اختلاف طبقاتی همینجور فناوری و جدای از این جور مسائل های اکشن و های خیره کنندم داره که باسه تحسین منتقدین شده یه نکته خیلی جالب هم ای این انیمیشن داره که شخصیت پردازش بسیار عمیقن این سریال تو سه بخش پخش میشه تو هر بخش سه تا قسمتش یه جا با هم میاد بخش اول 19 آبان بخش دوم 26 آبان و بخش سوم هم 3 آذر ماه منتشر میشه درسته که این سریال تموم میشه داستانش ولی دنیای لیگ افسانه ها قرار چندین اسپین‌آف ازش ساخته بشه و همشون از نتفلیکس پخش بشه اون یکی سریال مورد انتظاری که گفتم فصل جدیدش قرار میشه فصل دوم سریال سایلو که جورایی میشه گفت مهمترین سریال ماه بعدیه ربکا فرگوسن و تیم رابینز بازیگرای این سریالن فصل اول این سریال که کلا توی کانال اپیزود به اپیزود موشکافی کردیم یکی از سریالهای موفق اپل تیویه که اصلا فصل سوم و چهارمش از همین الان نه تنها چراغ سبز گرفتن بلکه قرار همزمان با هم ساخته بشن و با یه فاصله خیلی کمی از همدیگه قرار منتشر بشن. داستان سایلو در رابطه یک گروهی از انسانهاست در آینده که توی سیلوی خیلی بزرگ زیر زمین دارن زندگی میکنند آدم ها گفته شده که حیات روی زمین به طور کامل از بین رفته و اونها نمیتونن سیلو رو ترک بکنن ولی انقدر زمان گذشته که آدمایی که تو این سیلوان اصلا نمیدونن کی این سیلو رو اصلا ساخته کی ساخته چرا ساخته شده اصلا بیرون چه اتفاقی افتاده و باعث میشه که این سوال توی ذهن آدم ها به وجود بیاد که آیا واقعا حیات بیرون از بین رفته یا نه حالا توی فصل دوم به خاطر اون اتفاقی که برای جولیت افتاد برنارد یا همون کسی که به سایلو حکومت میکرد داره تلاش میکنه تا مردم رو ساکت کنه تا بتونه اونجا رو کنترل بکنه ولی قضیه به این سادگی ها نیستش پخش سریال قرار از 15 همه نوامبر یا همون 25 آبان ماه پخش میشه قبل از اینی هم که پخش شروع بشه ما یه ویدیوی یادآوری توی کانال منتشر میکنیم این ماه دو تا سریال هم میان که فصل اولشون تازه قرار این ماه بیادش که یکیشون خیلی مورد انتظاره یعنی سریال دون پرافسی این سریال میشه اسپیناف سری فیلم های تلماسه فیلمی که دنی ویلنوف کارگردانیش کرده بود و تیموتی شالامی توش بازی میاد و تا به الان دو قسمت از این فیلم ساخته شده این اسپیناف یا اسپیناف الکی نیست یعنی اینجوری نیست که داستان از خودشون درآورده باشن جدا از روی یکی از کتاب های فرانک هربرت الهام گرفته شده و یک منبع داستانی غنی داره حالا نکته جالب اینجاست اتفاقات این سریال 10000 سال قبل از فیلم در اتفاق میفته یعنی کلا توی عالم دیگه یه باس خودش قرار نشون بده که اون فرقه که ما تو فیلم میدیدیم بهش میگفتن بنی جزیرت آدمایی بودن که قدرت های ماورایی داشتن میتونستن نام فکرشون رو به انسان ها القا کنن قرار ببینیم که این فرقه روز اول اصلا چه جوری شکل گرفت سریال داستان دو تا خواهر رو قرار تعریف کنه یعنی والیا و تولا هارکونن که این دوتا تا با نیروهایی که داشتن فرقه بنی جزیرت رو تاسیس میکنن هدفشون هم اینه که جلوی نیروهایی که آینده بشریت رو تهدید میکنه بگیرن همونجور که فیلم تلماسه برای کمپانی بردن و وانر بود طبیعتا این سریال هم متعلق به شبکه اچ بی خالق این سریال کسی که قدیم جزء تیم نویسنده های سریال فرینج و لاست بود یعنی سریال هایی که بسیار پر تعلیق بودن احتمالا این سریال همین جوریه. این سریال قرار 17 نوامبر برابر با 27 آبان ماه به صورت هفتگی از اچ بی پخش بشه خب دیگه فیلم و سریال بس بهتر بریم یه نگاهی بندازیم به گیشه که خیلی گیشه بی و بی جونی بودش به خاطر اینکه همه فیلم ها عقب کشیدن چون نمیخواستن با جوکر رقابت کنن و جوکر هم تو این ماه شکست تجاری خوردش جدول فروش بر اساس کشور آمریکاست ولی فروش فیلم‌ها رو تو کل جهان هم میگن رتبه پنجم جدول فروش رسید به فیلم ترفایر قسمت سومش این فیلم 36 میلیون دلار توی آمریکا فروخت و 41 میلیون دلار در کل جهان این در حالی که کلا 2 میلیون دلار بودجه داشت و به موفقیت تجاری خیلی خوبی رسیدش رتبه چهارم رسید به انیمیشن تبدیل شوندگان که 56 میلیون دلار دیگه در آمریکا هم فروخته شد. مجموع فروشش رو تو کل جهان به عدد 119 میلیون دلار رسوند و تونس موفقیت تجاری خیلی خوبی برسه اما رتبه سوم رسید به فیلم جوکر که واقعا غیرقابل قابل باوره که این فیلم در جایگاه سوم قرار گرفتش این فیلم موفق شدش که توی آمریکا 56 میلیون دلار و تو کل جهان 191 میلیون دلار بفروشه و یک خسارت 200 میلیون دلاری به بار بیاره رتبه دوم رسید به قسمت دوم فیلم بیتل جوس یعنی فیلم جدید تیمبرتون که خیلی فراتر از انتظارات عمل کرد الان بیشتر از یک ماه که اکران شده 64 میلیون دلار دیگه هم در ماه مهر فروش کرد و مجموع فروشش رو در کل جهان عدد العاده 434 میلیون دلار رسوند این در حالیه که فقط 100 میلیون دلار بودجه داشت و به یک سوددهی تجاری خیلی خوب رسیدش اما رتبه اول رسید به انیمیشن بسیار خوش ساخت ربات وحشی که تو این مدتی که اکران شده 101 میلیون دلار تو آمریکا فروخته و 196 میلیون دلار در گیشه جهانی و نقدهای بسیار مثبتی هم به دست آورد فیلم پولیس هم کلا نتونست هیچ جایگاهی رو در جدول فروش به دست بیاره و کاملا به شکست تجاری تبدیل شد خب از ویدیو این ماه برام که براتون مفید بود باشه اگر این ویدیو رو دوست داشتید یادتون تونه که لایکش کنید تا ماه بعدی خدا نگهدار